بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محصلین عزیز، امید که خسته نشده باشیم. قسمت دوم فصل ششم هست. ما در قسمت اول بحث ما روی پرکتور یا استاندرد پرکتور تست بود، به خاطر شبیه‌سازی تراکم صاحبی در لابراتوار ما از استاندرد پرکتور تست کار میکردیم و همچنان ما میتونیم مودیفای پرکتور تست کار بکنیم. برای استاندرد پرکتور تست ما پروسیجر با تصویر دیدیم، حال میایم بحث تحلیل تستر کار میکنیم. چی قسم ما میتونیم این تستر نتایج از این تهیه کنیم؟ مقدار رطوبت خاک میره محاسبه میکنیم در هر نمونه، یعنی در هر نمونه که شما کار کردیم که در فیصدی متفرد کنیم، در اول در 2% با مرحله دیگه 2% دیگه اضافه کردیم، مرحله دیگه 2% مرحله دیگه 2%، بعد وقت شما از هر نمونه رطوبت خاک محاسبه کردیم، برای هر کدام از مراحل با استفاده از حجم که در نمونه داره میم گاما درایی که مساوی میشه به گامای مرطوب تقسیم بر یک جمع واتر کانتنت پیدا میکنیم. برازون بریم یک گراف رسم میکنیم که محور وای و محور اکس داره، که محور وای از او گامای خشک خاک یا یونیت ویت درای رسم میکنیم و در محور افقی از او که اکس از اکسیس هست رطوبت خاک در متراکم شده در هر نمونه رسم میکنه که به نام کامپکشن کرو هم یاد میشه. در این کرو ما حد پیک کرو که بر از او مکسیمم گاما درای میگیم پیدا میکنیم، بر از او در مقابل از او از روی محور افقی ما گام رطوبت بهینه خاک را میریم پیدا میکنیم و بر از این ما میتونیم برو همین گراف ما کرو یا گرافی که درجه اشباع خاک نشان بده نظر به کاهش هوا، کاهش خلای هوا در خاک هست که بنام زیرو ایر وید یاد میکنن، که ما میتونیم از روی فیصدی دگری آف سچورشن یا فیصدی مشبوعیت خود خاک از این فرمول استفاده کنیم. گامای زیرو ایر وید مساوی میشه به جی اس گامای واتر بر یک جمع واتر کانتینت ضرب در جی اس تقسیم بر اس آر، که بی قسمت ما جی اس و جاذبه مخصوص خاک است، گاما واتر یا گامای آب هست در هر درجه سانتیگرادی که ما محاسبه میکردیم گامای زیرو ایر وید، یک جمع واتر کانتینت یا فیصدی رطوبت خاک جی اس باز هم همون اسپسیفیک گراویتی هست جاذبه مخصوصه و اس آر فیصدی کامپکشن است. اگر ما واتر کانتنت به فیصدی میگذاریم اس 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 را هم به فیصدی بگذاریم، در صورت میتونه صورت مخرج فیصدی خلاص بشه. اگر ما واتر کانتنت از فیصدی خلاص میکنیم در این فرمول میگذاریم، باید که اس هم از فیصدی خارج بشه و در فرمول گذاشته بشه و نتایج پیدا بشه. ببینیم این گراف شما نظر به نتایج لابراتواری که چند مرحله کار کرده بودیم، مثلا مرحله اول فیصدی کم بوده کار کرده، مرحله دو فیصدی ها بیشتر شده، مرحله سه فیصدی ها بیشتر شده، در مقابل گاما درای هم افزایش پیدا کرده، بالاخره به یک حد عظیمی رسیده و بعد از او پس هرچی که آب به خاک علاوه میکنه وزن آب جمع خاک کاهش پیدا میکنه. مرحله پنجم ببینیم به شکل کرو کاهش نشان میده، بی قسمت که رنگ بی قسمت جدا شده و این رنگ این طرف تقریبا آبی هست، نشان میده که از این خط مرکزی که ما برای جدا سازی حد بهینه رطوبت خاک نشان دادیم و یه گامای مکسیمم است، به این طرف که هست خاک از حالت خشک به حالت بهینه اضافه میشه آب و از این به بعد خاک دیگه مرطوب به طرف اشباع میره، که به این قسمت هرچی که درجه اشباع خاک بیشتر بشه زیرو ایوید از این کاهش پیدا میکنه، میزان هوایی که در خاک هست کاهش پیدا میکنه و به جای از او هوا آب جای میگیره که
و ای واسطه وقت آب جای گرفت در خاک، به ای واسطه است که وزن خاک کاهش پیدا میکنه، به دلیل که گامای آب نظر به گامای خاک به مراتب کمتر هست، به این دلیل میتونه که وزن خاک جمع آب که خاک که رو به طرف اشبا میره کاهش پیدا کنه. و هرچی که درجه رطوبت خاک بیشتر بشه، خلا در خاک کاهش پیدا میکنه که زیرو ایروید میتونه تا به 100% سچورشن کاهش پیدا کنه. یعنی گراف رسم میکنیم، گراف وقتی که در مقابل میور افقی واتر کانتند است، میور عمودی گاما درای هست، شما برای چند مرحله کی تست کار کرده میتونیم شما گراف رسم کنیم. بعضی گراف رسم شد، شما میتونیم از می حد مکزیمم به این طرف بیان گاما درای بخونیم، از این طرف و طرف پایین رو میور افقی میزان رطوبت خاک بخونیم که کار بشه. این گراف گاما درای گامای بر یک جمع واتر کانتند رسم میشه، این طرف هم واتر کانتند داره و این هم زیرو ایر وید هم از این فرمول که قبلا ذکر شد از این فرمول میتونه که کار بشه. به ادامه فکترها یا عواملی که تاثیرگذار است بر روی کمپکش میم، تاثیر نوع خاک و گردشن پیدا میکنیم. Effect of soil type and gradation، تاثیرات نوعیت خاک و دانه بندی بر روی خاک هست. سویل میتونه که دانه بند، نوعیت خاک و دانه بندی خاک میتونه که در حد عظیمی گاما درای و در رطوبت بهینه یا اپتیموم مویسچر کانتنت تأثیر گذار باشن. چرا که اگر خود خاک درشت دانه بشه، یعنی به قسمت ببینیم این خاک یک کس ویل گریدید هست، دانه بندی لومی سند هست، یعنی در خود ماسه داره، هرچی که دانه بندی خاک درشتر بشه، سند باشه، میتونه که دنسیتی از او خود به خود زیاد بشه، به خاطر که وزن خاک درشتانه بیشتر هست، پس گاما از او میتونه زیاد بشه. ولی مقدار آب که برای متراکم سازی ویلگردید لومی سند که خاک اولی هست بسیار کم است. ببینیم به این قسمت اگه فیصدی پیدا کنیم کمتر از 10، کمتر از تا از 5% هست مقدار آب که برای از این خاک برای تراکم از استفاده بشه. ولی که هرچی که خاک ریزه دانه تر بشه دنسیتی از او کاهش پیدا میکنه و در مقابل میزان آب که میخواه برای متراکم بیشتر میشه. ببینیم بیشتر شده میره. خاک هفت اگر شما محاسبه کنیم، خاک هفت اینجا از هیوی کلی، یعنی خاک که مقدار کلی بالا در خود داره، بیارد نشان داده میشه که میزان رطوبت بسیار زیاده، میه بالای 22% رطوبت میخواه، در حدود 22% رطوبت میخواه که این خاک متراکم بشه و گراف رطوبت از این پایین است. ولی هرچی 22% هم که آب به علاوه کنیم بازم دنسیتی از 1.6 تا 1.7 بالا نمیره. دلیل اینه که خاک ریزدانه که هست نوعیت خاک است. پس میتونه اگر خاک ریزدانه باشه خود به خود گاما از او کاهش پیدا کنه بدون افزایش و کاهش در آب، و اگر درشتانه باشه دنسیتی بالا بره، ریزدانه باشه کمتر باشه. ولی در خاک های ریزدانه میزان آب بیشتره برای متراکم سازی کار داریم، خصوصا زمانی که خاک کلی باشه. ولی در خاک درشتانه میزان آب کمتر برای متراکم سازی خاک ضرورت داره. Effect of compaction effort، تأثیر خود effort یا تلاش در فشرده سازی خاک. effort بی قسمت تلاش میگیم، یا اگر ما میتونیم effort بگیم که زیاد ساختن مراحل کامپکشن، یعنی ما مراحلی که کامپکت، مثلا اگر یک مرحله کامپکشن وزن روی وارد کردیم افورت کمتر است، اگر دو مرحله وارد کردیم وزن افورت بیشتر است، اگر سه مرحله وارد کردیم وزن افورت از او بیشتر میشه. پس ما میایم در مقابل افزایش افورت میایم انفلوئنس یا تاثیر از او بر متراکم سازی خاک پیدا میکنیم. یکی از روش های محاسبه
خود میزان افورت که بر حسب انرژی محاسبه میشه مساوی است به نمبر آف بلوز پر لاین، تعداد ضربات به هر لایه خاک ضرب نمبر آف لایرز ضرب تعداد لایه ها ضرب ویت آف همر، وزن خود چکشه که وزن وارد میشه، ضرب در هایت آف دراپ همر ارتفاعی که رها میشه، تقسیم بر ولیوم آف مولد. کل از اینا رو وقت ضرب بسازیم، تقسیم حجم مولد بسازیم، برای ما انرژی یا مقدار افورتی که وارد میکنیم پیدا میشه. ما میگیم استاندارد پرکتور تست قبلا تعریف کرده بودیم و روی از اون تست یک پروسیجری هم پیش رفتیم، میگیم روی از اون اطلاعاتی که داشتیم برای پیدا کردن انرژی کار میگیریم. تعداد ضرباتی که وارد میکردیم در استاندارد پرکتور تست 25 ضربه بود، تعداد لایه ها 3 لایه بود، وزنه که وارد میکردیم 2.5 کیلوگرم بود، 9.81 تقسیم بر 1000 به خاطر که به کیلو نیوتن تبدیل کنیم، ارتفاعی که رها میشد 30 سانتی متر بود، سفرش را 305 متر، تقسیم بر حجم قالب که 944 ضرب در بطارت منفی 6 به متر مکعب سانتی متر مکعب به متر مکعب تبدیل کردیم و در مقابل میبینیم که 594 کیلو نیوتن متر به هر متر مکعب مقدار انرژی هست که وارد میشه برای کامپکشن خاک، در افورت هست که وارد میشه برای خاک در به سیستم استاندارد. این خاک وقت متراکم میشه میبینین لاین آف اپتیممز، خطوط اپتیممز که این قسمت نشان میده و این هم زیرو ایر باید. شما فرض کنیم یک خاک متراکم ساختیم، در مرحله اول ضربات از او کمتر بوده، تعداد ضربات کمتر وارد کردیم برای نمونه خاک، کمترین افورت شما وارد کردیم، میبینین که گامای مکسیمم به این حد است و واتر کانتینت به این حد وارد در خاک هست. رو همین خاک میریم افورت بیشتر انجام میدین، یعنی روی از این ضربات بیشتر وارد میکنیم، لایه های بیشتر وارد میکنیم، ضربات بیشتر در هر لایه وارد میکنیم، ارتفاع افتر بیشتر میکنیم، وزن چکش بیشتر میکنیم. این راههای برای افزایش انرژی هست در خود خاک. وقتی انرژی بیشتر ساختیم، افورت بیشتر کردیم، میبینیم که خاک که قبلا متراکم از او پایین بود، گاما درای از او، بازم برو همون خاک با انرژی بیشتر دیدیم که گامای مکزیمم بیشتر به دست آوردن، در مقابل واتر کانتنت کمتر شده. باز میتونه رو همین خاک بریم دوباره سعی کنیم که مراحل کامپکشن بیشتر کنیم، یعنی بریم ضربات بیشتر وارد کنیم، ارتفاع افت بیشتر بسازیم، وزن بیشتر بسازیم. باز دوباره خاک متراکم کردیم، ببینیم که افورت بیشتر نتیجه کامپکشن گامادرای بیشتر به دست آمد. پس این نشان میده که خطوط رطوبت بهینه با افزایش افورت میتونه که بیشتر بشه. پس اگر در ساحه نظر به نیاز ما خواسته باشیم یک خاک متراکم بسازیم، در صورتی که در ساحه ما از وزنهای بالا استفاده میکنیم، در لابراتوار هم باید ما از وزنهای بالا بریم شبیه‌سازی خاک استفاده کنیم. اگر در ساحه ما از وزنهای کمتر استفاده میکنیم، در لابراتوار میتونیم از استاندارد پرکتور کار کنیم. مثلا شما در ساحه میبینین که خاک پن شده توسط گریدر، پن شده، آب به خاک علاوه شده، رولر میم دو مرتبه به قسمت برای متراکم سازی دو مرحله رفت آمد با رولر، میبینین که خاک متراکم به نظر میرسه. اگر از این خاک نمونه بگیریم، میبینین که دنسیتی 80% شد. مرحله بعدی آب میزنیم، پس دوباره خاک میگیم توسط از این رولر بیه کامپکت کنه، در مقابل رطوبت کمتر شد و باز دنسیتی مثلا 90% شد. مرحله سوم میبینیم که 95, 96, 97% شده. پس این میفهمیم که مراحل اول دو سوم شما میتونه شکل ظاهری خاک متراکم شده در ساحه ببینیم و از نتیجه از پیش خود
حدس بزنیم و میتونیم که در ساحه خود شما تشخیص بدن که نیاز به افورت بیشتر هست تا اینکه خاکن به اون فیشدی مورد نیاز خود که فیشدی کامپکشن هست برسه و در مقابل بتونیم بیشترین گامار که هدف خود کامپکشن هست ما به دست بریم. مودیفای پرکتور تست. در همو پرکتور تست استاندارد تغییرات آماده کرد به نام مودیفای میگیم، اون تغییرات مودیفای شده، چون وقت ما میریم در ساحه از کامپکشن رولرهای بسیار سنگین وزن استفاده میکنیم، دیگه نمیتونه رولرهای سنگین وزنی که در سایه استفاده میکنیم استاندارد پرکتور تست شبیه سازی کنه او خاک صاحبی در لابراتوار. پس بهتر است به خاطر از اینکه ما بتونیم در سایه وزنهای سنگین وزن وارد کنیم و در لابراتوار هم همو تستر ما در شبیه سازی کنیم، بهتر است که ما مودیفای تست کار کنیم که از دیزاینشن دی 1557 ASTM است و بر اساس آشتوک است، دیزاینشن از او T180 است. خود این تست تغییرات که آمده چی تغییر آمده؟ ارتفاع افت 45.72 سانتی متر شده، در استاندارد 30 سانتی متر بود. چکش وزن 4.54 کیلوگرم شده در حالی که در استاندارد 2.5 کیلوگرم بود. و از تعداد لایه هایی که ما خاک در مورد یا قالب متراکم می سازیم 5 لایه است در حالی که در استاندارد 3 لایه بود. وقتی این اطلاعات ما برو انرژی افورت بگذاریم می بینیم که 2700 کیلو نیوتن متر بر متر مکعب به دست میبینیم. در این قسمت در استاندارد چند بود؟ 594. در این 2700 است، تقریبا 5 چند استاندارد این انرژی یا افورت وارد میکنه که میتونه روش بهینه برای متراکم سازی خاک در ساحه باشه. ببینیم قالب لایه 5 لایه، افورت 2700 نیوتن کیلو نیوتن متر بر متر مکعب یا ما انرژی هست و همچنان 45.72 ارتفاع افت هست که و خود چکش هم 2.4.54. این دوتا گرافر میبینیم که مقایسه شده بین مودیفای و استاندارد پرکتور تست. همون خاک که شما قبلا با استاندارد کار کرده، من این گراف از او به دست آمده، این گرافی است که با کامپکشن توسط استاندارد پرکتور کار شده و گامای مکسیمم از او این اینجی ای خط است. اگر این نمونه خاک ما بریم با مودیفای کار کنیم، این مودیفای به این حد کامپکت میشه، یعنی گامادرهایی که توسط مودیفای به دست میه بسیار مراتب بالاتر از گامادرهای هست که توسط استاندارد پرکتور تست به دست میاد و زیرو ایر وید هم به همچنین قابل مقایسه است که میتونه زیرو ایر وید زود کمتر بشه در گامادرهای مکسیمم و در گامادرهای مکسیمم استاندارد پرکتور تست به اون درجه که خود زیرو ایر وید در مودیفای میرسه بود درجه نرسه. پس میتونه که تفاوت های در این تو تست باشه. بازم یک مرتبه دیگه تکرار میکنم، اگر جاهایی که شما خواستیم خاک متراکم بسازیم که در او ساحه وزنهای سنگینه از او ساحه عبور نمیکرد، شما از وسایل سبک مثل کامپکترهای دستی کار میکردیم، داخل خونه ها و داخل پیاده رو ها بود، اینا رو میتونیم شما از استاندارد پرکتور تست کار کنیم. اگر شاهراه بود، میدونهای هوایی بود، سدهای خاکی بود، با شما باید دور بر اساس مودیفای پرکتور تست کار کنیم که همو وضعیت واقعی صاحبی در لابراتوار شبیه سازی بشه. چه زمان ما میتونیم نوعیت قالب در این تست ها کار کنیم؟ بعضی مواقع هست که استاندارد ها میگن که شما از قالب استاندارد کار کنیم ولی مودیفای کار کنیم. اگر از قالب
اسم مودیفای کار کنیم با استاندارد، روش استاندارد باشه. این چیزایی که در این قسمت ذکر شده، ببینیم ما سه متد برای اجرای تست پرکتور داریم که یا مودیفای در او کار بشه یا استاندارد کار بشه. مثلا ما خاک داریم در متد A که از قربان نمبر 4 عبور دادیم. وقتی خاک را از قربان نمبر 4 عبور دادیم، 20% یا کمتر از 20% بر اساس وزنی از همین مواد خاکی بر رو قربان نمبر 4 بمانده باشه، 20% یا کمتر از 20% بر رو قربان نمبر 4 مونده بود، اینجا دیگه آپشن بی شما نه که میخواییم از استاندارد کار کنیم یا مودیفای کار کنیم. اگر از استاندارد تست کار کنیم، همون قالب 944 سانتی متر مکعب است، دیامتر و قطر و ارتفاع و وزن استاندارد کار میگیریم، ارتفاع افتم 305 است، تعداد لایه 3 لایه و هر لایه 25 ضربه باره میکنه. ولی اگر خواسته باشیم همین خاک که با این مشخصات است ما از رو از اون مودیفای پرکتور تست کار کنیم، بازم قالب چی میشه؟ قالب استاندارد کار میکنیم، یعنی قالب استاندارد میاریم برای تست مودیفای. بله، وزنه مودیفای که 44.5 نیوتن استفاده میکنیم، وزن ارتفاع افت همو 452 بخشیم ارتفاع افت همو 72 سانتی متر هست که به قسمت نیامده، یعنی قسمت 4.57 میلی متر هست که 45.72 سانتی متر میشه، تعداد لایه ها 3 لایه میشه و هر بخشیم تعداد لایه ها 5 لایه میشه و هر لایه 25 ضرب. ما اگر مودیفای کار کنیم قالب فقط قالب استاندارد میشه، بقیه 25 ضرب هم از 25 ضربه استاندارد کار میشه، تعداد لایه ها 5 لایه میشه. ولی اگر ما متد B کار کنیم، خاک است که از قربال 9.5 میلی متر عبور دادیم، وقتی که عبور دادیم چک کردیم که بیشتر از 20% بر اساس وزنی برو قربال نمبر 4 باقی مونده و 20% یا کمتر از 20% از برو قربال 9.5 میلی متر باقی مونده، در این حالت بازم آپشن هست ما میخواییم پرکتور کار کنیم یا استاندارد پرکتور کار کنیم یا مودیفای کار کنیم. اگر استاندارد کار کنه یا مودیفای کنه، قالب استاندارد باید باشه، قانون امیر میگه برای شما. اگر از استاندارد کار کنه، همو وزن و قالب و تعداد ضربات و تعداد لایه ها بر اساس استاندارد است، هیچ چغیر نمیخوره. ولی اگر مودیفای کار کنه، قالب از قالب استاندارد است، وزنه مودیفای، ارتفاع افت از مودیفای، تعداد لایه ها مودیفای هست، ولی تعداد ضربات بر اساس استاندارد پرکتور تست کار باشه. ولی اگر خاک باشه متد سی که از قربال 19 میلی متر عبور کرده باشه، بر اساس وزنی بیشتر از 20% بر اساس وزنی بالای قربال 9.5 میلی متر باقی مانده باشه و یا کمتر از 30% بر اساس وزنی بالای قربال 19 میلی متر باقی مانده باشه، حال یا استاندارد کار میکنه یا پرکتور، هر متدی که آپشن است که ما ضرورت داشتیم در ساحه. ولی برای هر دو قالب مودیفای استفاده میشه، قالب 21-24 سانتی متر مکعب قالب مودیفای هست استفاده میشه، قطری فرق میکنه، ارتفاع تقریبا یکی هست. ولی اگر ما خواسته باشیم استاندارد کار کنیم، وزنه استاندارد است، قالب مودیفای هست، تعداد لایه ها 3 لایه، ولی هر لایه 256 ضربه وارد میشه. ولی اگر خواسته باشه از مودیفای کار کنه، کلی مودیفای میشه، یعنی قالب هم مودیفای است، وزن هم مودیفای، ارتفاع هم افت هم مودیفای، تعداد لایه هم مودیفای است و تعداد ضربات هم از مودیفای است، هیچ تغییر نکرده. این روش های هست که ما برای نوعیت خود تست انتخاب میکنن که کدام تست ما بتونیم کار کنیم. اگزمپل اولی داریم بی قسمت. در اگزمپل اولی گفته شده The laboratory test results of
standard practor tests are given in the following table. نتایج یک تست پرکتور استاندارد داده شده در ذیل در این جدول داده شده. ببینید قالب عین قالب است 944، همه قالب یک دفعه که حجم پیدا کرده برابر بوده. weight of most soil in the mold، وزن خاک مرطوب در قالب. شما پس 4-5-6 مرحله کار کردیم که ببینیم کاهش در وزن چه قسم به وجود میاد و شما بتونیم در محاسبات خود کار کنیم. ببینیم به این قسمت شخص که کار کرده، اول که آب اضافه کرده 16.81 شده، باز 3% 2% آب اضافه کرده 17.64، باز 18.41. ببینیم این 18.41 بوده، بس شده 18.33، 17.33 وزن پس کاهش پیدا کرده، که میتونه برای ما نشان بده که گراف میتونه به این شکل رسم بشه. و در هر مرحله که برای رطوبت نمونه گیری کرده بوده، فیصدی رطوبت پیدا کرده 10, 12, 14, 16, 18, 20. از شما چی خواسته؟ Determine the maximum dry unit weight of compaction and optimum moisture content. از شما خواسته شده که شما گاما درای مکسیمم از خاک متراکم شده و رطوبت بهینه خاک بیم پیدا کنیم. و همچنان از شما خواسته شده جوزبی calculate and plot gamma dry versus moisture content for degree of saturation. شما رسم کنیم و محاسبه کنیم گاما درای در مقابل موشر کانتنت برای درجه اشبایر که 80% بشه، 90% و 100%، و جی اس هم 2.7 برای ما در این جز داده شده. برای حل سوال ما میم حجم داریم اینه میرسونیم، وزن مرتوب داریم میرسونیم، ایم گاما ایم رتو درجه رتوبت هست. ما به خاطر از این که بتونیم گامای خاک پیدا کنیم که کیلو نیوتن بر متر مکعب یا وزن بر حجم، مثلا گاما مثلا میشه به وزن بر حجم خاک، گاما درای مثلا میشه به گامای بر یک جمع مشتر کانتنت تقسیم بر سن. خب وقت وزن بر حجم دو میخواسته باشیم پیدا کنیم، اینی وزن داره 16.81، حجم داره 944، وزن تقسیم بر حجم 16.81 تقسیم 944 با تفاوت تبدیل واحدات، بعد واحدات تبدیل بشه، ما 17.81 کیلونیوتن بر متر مکعب پیدا میکنیم. وقتی خواسته باشیم گاما درای از این پیدا کنیم، ما گامای مرتوب داریم 17.81 به صورت میگذاریم، یک جمع واتر کانتنت داریم 10 تقسیم بر 100 16.19 به دست میاریم. به این ترتیب برای دومی محاسبه میکنیم، وزن گاما در وزن گاما مرتوب مساوی میشه به وزن که 10.84 تقسیم بر 944 که تبدیل کنه ضرب در بطاقت منفی 6 که به متر تبدیل بشه، تقسیم بر 1000 به خاطر کیلو نیوتن، اینجا تبدیل میشه به 18.19 کیلو نیوتن بر متر مکعب. 12% رطوبت داره، این باز دوباره میگذاریم 18.19 تقسیم بر یک جمع 12 بر 100 که گاما درای پیدا میشه 16.87. برای همین 5 مرحله ما میریم گاما درای رو محاسبه میکنیم و در این قسمت میرسونیم. حال ما میریم گراف رسم میکنیم که محور افقی از همین واتر کانتنت باشه، محور عمودی از گاما درای اینه. ببینیم محور افقی واتر کانتنت، محور عمودی گاما درای، ما بیشتر چند داشتیم؟ 10% 10% چند بدازو؟ 16% چند؟ 12% اینه، 14% اینه، 16%، 18%، 20%. و در تمام فیصدی ها ما آمده مقدار گاما درای پیدا کردیم، نقاط اول رو از این هر نقطه رو میگذاریم، بعد رو گراف رو از این رسم میکنیم، همین خط اعظمی رو میبریم به اینجا گاما درای مکزیمم پیدا میشه و این خط میارم به این نقطه فیصدی رطوبت پیدا میشه که گاما درای مکزیمم شده 17.15 کیلونیوتن بر متر مکعب و فیصدی رطوبت بهینه شده 14.4%. چی قسم ما میتونیم خود گرافر ای گراف های اس 100 و 90 و 80 رسم کنیم؟ اول ما میایم به این قسمت گاما درای برای فیصدی 80 پیدا میکنیم. ما اینجا جی اس برای همه داریم و واتر کانتنت برای همگی داریم. حالا اگر ما گاما درای پیدا کنیم در صورتی که فیصدی 80 بشه، یعنی 80 اینجا 80% میذاریم، واتر کانتنت چند بود؟ 8، اینجا 8 میذاریم، جی اس 2.7
گاماه برای آ برای در سیستم متریک 9.81 کیلونیتر بر متر مکعب داریم. بگذاریم روی از این معادله 20.84 به دست میگیم. مرحله دوم S تغییر نمیخوره، اما 80 هست. واتر کانتنت تغییر میدهیم، چند میگذاریم؟ 10. S GS و گاماه واتر هم تغییر نمیخوره، 19.81. مرحله سوم واتر کانتنت میگذاریم 12%، S بازم 80 است. مرحله چهارم واتر کانتنت میگذاریم 14، S بازم 80 است. این ای رسم میشه. حال همین گرافر که میور عمودی واتر کانتنت داریم، از میور افقی واتر کانتنت داریم، از میور عمودی S داریم، میریم رسم میکنیم گاما درای. ببینیم این بی قسمت بره 80% در مقابل 8% چقدر داشتیم؟ 10% نقطه داریم، 12 قیمت داریم، 14، 16، 18، 20. بعد از این نقاط ما واسه میکنیم گراف به شکل رسم میشه. و برای از این هم برای 90% هم بازم این کار میکنیم، به جای S 90% میگذاریم، بعد از اون یک واتر کانتنت تغییر میدیم در مقابل اینا پیدا بشه. برای باز به جای S 100 میگذاریم، یک واتر کانتنت به صورت از این تغییر میدیم، GS خود تغییر نمیخوره، بعد از اون این اعداد پیدا میشه که ما میتونیم به این قسمت هم S 100 و 90 و 80 برای هر کدام ما محاسبه کنیم. امید که کاملا این قسمت یاد گرفته باشیم، میتونیم پرکتیس کنیم خود شما و بی شکل شما گراف از این رسم کنیم. این بود قسمت دوم چپتر ششم. اگر سوال پیشنهاد و انتقاد داره میتونیم که بپرسیم از طریق پورتال و از طریق تلگرام سوالات خود بپرسیم. انشاءالله تمام سوالات شما جواب ارائه خواهد شد. موفق باشید.